به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 6 از خورشید خوش آمدید. امروز یک شنبه 17 سرطان 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 8 جولای سال 2018 میلادی. در نخست سرخط خبرها، زخم برداشتن 8 غیر نظامی اثر شلیک چندین موشک در غزنی همزمان با سفر وزیر دفاع افغانستان. ادامه اعتراض ها برای ششمین روز پیاپی در ولایت های شمال و هشدار غنی به افراد مسلح غیر مسئول. درخواست تمدید روند ثبت نام رای دهندگان از سوی باشندگان کشور. ورشکست شدن کارخانه های تولید ذوب آهن از بهر قاچاق آهن‌آلات داغمه به بیرون از کشور. و اخراج 1000 کارمند دولتی از سوی حکومت در ترکیه. من سید فرید سنایی تا نیم سال دیگر میزبان شما هستم. طالبان با پرتاب چندین موشک بر ساختمان‌های دولتی در غزنی نشست امنیتی غزنی را مختل ساختند. پیش از چاشت امروز رهبری وزارت دفاع ملی نشست امنیتی را در این ولایت برگزار کرده بود، اما طالبان با پرتاب چندین موشک 8 نفر نظامی و غیر نظامی را زخمی ساختند. رئیس جمهور غنی میگوید که عامل ناامنی در ولایت غزنی ناکامی پلیس بوده و از عمل شدن زودهنگام برنامه امنیتی تازه در این ولایت خبر می‌دهد. حمله راکتی طالبان بر نشست امنیتی وزیر دفاع ملی در غزنی. صبح امروز وزیر دفاع ملی در رأس هیئتی برای چگونگی وضعیت امنیتی به ولایت غزنی سفر کرد، ولایتی که این روزها گواهی افزایش ناامنی‌ها بوده است. پیش از چاشت امروز که وزیر دفاع ملی در مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در غزنی نشستی را برگزار کرده بود، چندین موشک بر ساختمان دولتی این ولایت پرتاب شد که در آن 8 نفر مشمول 2 سرباز ارتش، 2 کارمند شهرداری و 4 کارمند اطلاعات و فرهنگ زخم برداشتند. امنیتی نفسی جریان در لوگ چشاو خواهیمون از بجه دری فیرم بایرون به وستوان الاخوا در غزنی شهر لغوی دیدی تند اتخاب در خوبیان و لسوالی در هرمان اتخاب در غزنی شهر بنده اتخاب شد که یو مزاید در ورایت مقام پا حویلی که بله هم کوهان ریاست پانگر که و بله هم در شروالی ریاست پانگر که ولی گیره. هرچند این روزها طالبان حمله هایشان را در ولایت غزنی افزایش دادند، اما گفته می شود 12000 نیروی امنیتی در برابر این گروه در این ولایت می جنگند. رئیس جمهور غنی عامل ناامنی در غزنی را ناکامی پلیس در تامین امنیت این ولایت می داند. امروز 12000 قوه امنیتی و دفاعی دولت غزنی است. 12000 مشکل در چیز؟ مشکل در ایست که پلیس غزنی نتانسته وظایف خود اجرا کند. امروز در تمام ولسوالی غزنی اردو کار پلیس انجام میده. در همین حال آقای غنی از عملی شدن برنامه تازه امنیتی زودهنگام در ولایت غزنی خبر میدهد. دیشب ما یک جلسه سر غزنی داشتیم، امروز هم امیالی که ما شما صحبت میکنیم یک جلسه خاص سر غزنی است. بعد از او یک پلان واضح دوباره ایجاد میشه در قسمت امنیت ولایت غزنی. ما میخوام برتان اطمینان بتم که ما استاد دانش از هیچ نوع کوشش کوتاهی نخواهد. با این همه غزنی از ولایت های نارام افغانستان است که شورشیان مخالف دولت در آن حضور گسترده دارند و دولت افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 قادر نشده که شماری از ولسوالی های آن را از تسلط طالبان به گونه کامل بیرون کند. وضعیت امنیتی در ولسوالی های غور، چمتال، بلخ، جغتوی غزنی و شمار دیگری از ولسوالی ها وخیم است. شمار از اعضای مجلس سنا با بیان این مطلب خواستار توجه جدی حکومت در این زمینه اند. اما وزارت داخله از آمادگی کامل و جابجایی نیروهای امنیتی کشور در این گونه مناطق آسیب پذیر سخن می زند. با آنکه شماره از ولسوالی های کشور از دی زمانی به این سوزیر حاکمیت مخالفان مسلح دولت قرار دارد، اکنون شماره از سناتوران نگران بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولسوالی های دولینه غور، چمتال، بلخ، جغتوی، غزنی و شمار دیگر از ولسوالی های کشورند.
د پیزابات په ولسوالۍ کې ټول طالبان ننوتلې ته چمتال او ته چاربولک او ته تشیشخانی او ته دې ځایو پورې جنګ روان دی او کومکیان که ورسي هوایي ورسي که دوی بمبار کې عام خلک مري. با این حال یکی از سناتوران خواستار ایجاد هیئت مشمول اعضای مجلس سنا برای بررسی وضعیت امنیتی ولایت‌های هلمند، فراه، نیمروز و فاریاب است. استایسته او ده تالار طول سناتور صاحبان سمغشتن داده چی هلمند و پراو او نیمروز او دو ولایتون تمج او پاریاب تا دو ولایتون تمج سپرو کوچی ده خپل خلقو مشکلات و سنز خوستان ده نظامی ورگانون مشکلات و سنز را طولی کو. اما هیئت اداری این مجلس از حکومت میخواهد تا در این زمینه توجه جدی کند. تاکید میکنیم که دولت حکومت افغانستان توجه لازم در عرصه مسائل امنیتی داشته باشه. در همین حال مسئولان وزارت امور داخله تاکید میکنند که نیروهای امنیتی آماده مبارزه با هر گونه تهدید در ولسوالی های آسیب پذیر کشورند. که در اوج نیروهای ما هست و در اوج عملیات جریان داره. اما در پهلویش دشمن هم در بعضی ساحات دست به تحرک میزنه. ما با تمام قوت در روی نیروهای ما مستقر است و در روی برای دفاع از مردم غور و ساحاتی که در روی دشمن دست به حمله میزنن آمادگی های کامل خود دارن. این در حالی است که نشست مسئولان ارشد امنیتی کشور مشمول وزیر دفاع ملی در ولایت غزنی امروز آماج حمله موشکی قرار گرفت. گفته می شود آجندای این نشست نیز بررسی وضعیت امنیتی در این ولایت بوده است. با روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته روان نشست علمای کشورهای اسلامی در مورد صلح افغانستان در عربستان سعودی برگزار می شود. شورای عالی صلح می گوید در نشست از طالبان نیز دعوت شده است. اینکه آنان اشتراک می کنند و یا نه هنوز روشن نیست. موضوع جنگ و صلح افغانستان این بار در عربستان سعودی از سوی عالمان دینی 37 کشور اسلامی و چند سازمان اسلامی به بررسی گرفته می شود. این نشست قرار است بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته روان برگزار شود. شورای عالی صلح می گوید در این نشست عربستان سعودی و سازمان کنفرانس اسلامی از طالبان دعوت نموده است، اما اینکه این گروه می پذیرد یا نه هنوز معلوم نیست. اگر امروز هم دعوت شده باشند اشتراک نمیکنند، قضاوت چه مردم افغانستان باز میکنند؟ حتما دعوت شده. بدون شک ما امیدوار هستیم اشتراک بکنند. دعوت از طرف عربستان شده شما؟ دعوت از طرف سازمان همکاری کشورهای اسلامی میشه و چون عربستان هست مشترکاً با دولت شاهی عربستان سعودی. برگزاری نشست عربستان سعودی مخالفان و موافقان نیز در داخل کشور دارد. مخالفان نقش عربستان سعودی میگویند با توجه به حساسیت کشورهای منطقه در برابر عربستان سعودی ناممکن است که این نشست نتیجه ملموسی در پی داشته باشد. همین کشورها هست که به نحوی گروه های وحشت افغان و دهشت افغان را در افغانستان حمایت میکنه و یکی از نمونه های مثال خود عربستان سعودی است. دولت پاکستان است، دولت ایران است و سایر کشورها. پس من خودم بعید میدانم، مردود میدانم که اینها بیاید گام صلح را در افغانستان برداره. اما موافقان نقش عربستان سعودی در روند صلح افغانستان میگویند جایگاه دینی این کشور بر طالبان اثرگذار است و باید از این نشست پشتیبانی شود. اول دا چې کچیر طالبان دا موضوع منی دا تلایی چانس دا او شرط موافق دی رفتار وکړي د طالب کوم ازو سوال هغه د حکومت د افغانستان ټولو تیغو طلبای پیلیده. نشست علمای 37 کشور اسلامی در عربستان سعودی همزمان شده است با نشست سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل. نشستی که معاون دبیر کل ناتو در امور سیاسی گفته است در مورد صلح افغانستان و پشتیبانی مالی از نظامیان افغان تا سالهای فراتر از 2020 بحث خواهد شد. افراد مسلح غیر مسئول باید مسئول شوند و یا آنان را مسئول می سازیم. رئیس جمهور غنی می افزاید مشروعیت نظام در انحصار مشروع قوا است و انحصار مشروع قوا تنها به حکومت افغانستان مربوط می باشد. در همین حال معاون دوم مجلس سنا می گوید رئیس جمهور در بازداشت افراد مسلح غیر مسئول نباید سلیقه‌ای برخورد نماید و این روند باید از افراد زورمند در کابل آغاز شود. ادامه راهپیمایی هواداران حزب جنبش اسلامی از بهر رهایی نظام الدین قیصری و بازگشت جنرال دوستم به افغانستان.
این روزها بازداشت نظام الدین قیصری فرمانده پلیس قیصر و فرد نزدیک به جنرال دوستم در شمال کشور تنش‌ها را در شمال افزایش داده است. هواداران حزب جنبش در ولایت بغلان امروز برای دو ساعت شهرهای شمال کابل را برای ترافیک بسته بودند و از حکومت خواستند تا قیصری را آزاد سازد. از حکومت وعده تسلیم می‌خواهیم که زمینه برگشت رهبر حزب میلیونی جنبش را فراهم سازد. ما آزادخواهی جناب قیصری را داریم، دیگر آمدن جنداس مسلم داریم. امروز وطن فروش ها ملت فروش ها که خاک سودا کرده امروز آزادی که می‌خواهند او را سرنگون میکنند، او را شکنجه میکنند. هفت روز از بازداشت نظام الدین قیصری میگذرد و دامنه اعتراض ها با گذشت هر روز گسترده تر می شود. سناتوران از رئیس جمهور غنی می خواهند در بازداشت این افراد به گونه سلیقه‌ای برخورد نکند. دغه خبری چې راځي بیا د خلکو د عدالت پر تطبیق باندې یو څه شک پیدا کیږي، کنی بهترین یو اقدام دی بالای قاچاقبرا تطبیق شود، بالای مافیای زمین، بالای کسانی که تطبیق شود که امروز به هزارها جرم زمین غصب کردند، بالای کسانی تطبیق شود که اونا امروز مصالح غیر مسئول هستند. در پی اعتراض هواداران قیصری در هفتمین روز از بحر رهایی وی، رئیس جمهور غنی در تازه ترین مورد گفته است که افراد مصالح غیر مسئول یا باید مسئول شوند و یا آنان را مسئول خواهد ساخت. افراد مصالح غیر مسئول باید پیغام ما بگیرند، مسئول میشین یا مسئول میسازیمتان. آقای غنی پالیسی سازی کشور را بر بنیاد احساسات نه بل بر بنیاد منافع ملی کشور میداند. مشروعیت نظام در انحصار مشروع قوه است و انحصار مشروع قوه از آرای مردم سرچشمه. هرچند وزارت دفاع ملی شکنجه، بدرفتاری و لطکو با آقای قیصری را رد کرده است، اما بر بنیاد شکایت هواداران آقای قیصری به کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور، این نهاد گفته است که آنان در مورد ادعای مبنی بر چگونگی و شرایط بازداشت نظام الدین قیصری در فاریاب تحقیق می کنند. شما را از باشندگان و فعالان مدنی در کابل خواهان تمدید روند ثبت نام رای دهندگان در کشورند. آنان می‌افزایند شمار بیشتر باشندگان کشور به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند در زمان معین آن ثبت نام کنند و کمیسیون مستقل انتخابات باید از بهر برگزار شدن انتخابات سراسری در کشور دست کم یک ماه دیگر روند ثبت نام رای دهندگان را تمدید کند. حسین راستمنش با اجازه می‌شنویم گزارش. شمار از باشندگان و فعالان مدنی در کابل در مدت دو هفته بیش از 10,000 امضا را گردآوری کرده و خواهان تمدید روند ثبت نام رای دهندگان در کشورند. آنان میگویند که بیشتر باشندگان به دلیل تهدیدهای امنیتی نتوانستند در زمان معین ثبت نام کنند و کمیسیون مستقل انتخابات باید دست کم یک ماه دیگر روند ثبت نام رای دهندگان را تمدید کند. یک بار دیگر چانس و زمینه فراهم شود تا کسانی که تذکرهایشان را استیکر نزدن و تذکیره نگرفتن چانس برای از نا فراهم شد. این یک حق اضافی نیست که ما بخواییم. به این ادعای ده ها هزار نفریه که امضا جمع کردن و تایید جمع کردن لبیک بکنه. از سوی دیگر در بیش از 135 ولسوالی در سراسر کشور هیچ بانوی به دلایل چون کم بودن تنخواه، سنتی بودن جامعه و سخت بودن شرایط نامزدی در انتخابات شورای ولسوالی ها خود را نامزد نکردند، آنچه که نگرانی ها را برانگیخته است. هنوز زنهای افغانستان اون مسئولیتی را که باید احساس کنند در قبال پروسه ملی که انتخابات هست اون مسئولیت احساس نمی کنند. عوامل بسیار زیاد بالایشان تاثیرات بسیار زیادی را داشته مثل امنیت. بر اساس شرایطی که برای کاندیدای ولسوالی تعیین شده حداقل فارغ 12 است که متاسفانه برای شورای ولسی جرگه هیچ معیاری به خاطر تعلیم و تحصیل تعیین نشده. ممکن یکی از دلایلی بوده باشه که تعداد زیادی از خانم ها فراغت از صنف 12 را نداشتن. اما آیا کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهندگان و روند ثبت نام نامزدان انتخابات را تمدید خواهد کرد؟ همکاری تکنیکی باید بگه که اگر تمدید میکنیم این به روند روز 28 میزان صدمه میزن نمیزنه و اگر خدا نخواسته ما نتونیم که با 28 میزان برابر کنیم باز به صورت هرگز ما را تمدید نمیکنیم. همچنان بار مالیش هست که وزارت مالی باید بگه ماشای زیاره. روند ثبت نام رای دهندگان در 15 سرطان امسال پایان یافت و بر بنیاد آمارها از میان بیش از 14 میلیون واجد شرایط رایدهی در کشور نزدیک به 8 میلیون و 600 هزار تن نامنویسی کردند و گفته می شود تنها در کابل بیش از 1.5 میلیون تن
یا ثبت نام نکردند و یا هم از روند ثبت نام باز ماندند. خبرهای اقتصادی تا لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. قاچاق آهنالات داغمه و بیرون از کشور کارخانه های تولید ذوب آهن را با شکست روبرو ساخته است. اعضای بخش خصوصی میگویند با وجود فرمان رئیس جمهوری مبنی بر جلوگیری از قاچاق آهن داغمه و بیرون از کشور، در حال حاضر برخی از زورمندان در تبانی با نهادهای حکومتی بهگانه گسترده داغمجات را به پاکستان قاچاق می کنند. اعضای بخش خصوصی با نگرانی از عملی نشدن فرمان رئیس جمهور مبنی بر جلوگیری از قاچاق آهن داغمه به بیرون از کشور میگویند از دو ماه گذشته بدین سو به دلیل قاچاق گسترده آهنالات کهنه از سوی زورمندان و کارمندان ارشد حکومتی به پاکستان، تولید آهن در کشور کاهش چشمگیری یافته است. در سرحدات و قوای مسلح و اشخاص زورور منطقوی در این دست داره و این قاچاق میکنند و تا هنوز دولت نتانستن که جلویش بگیرند. تاثیراتشان بالای فابریکات منفی است. مسئولان وزارت صنعت و بازرگانی نیز میپذیرند که در حال حاضر فرمان رئیس جمهوری از سوی برخی از کارمندان ارشد حکومتی نقض می شود، اما هشدار می دهند در صورت شناسایی این افراد آنان به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی خواهند شد. هماهنگی خوب بین وزارت صنعت و تجارت، وزارت مالیه، نیروهای امنیتی، گمرکات اینا هستن. مطمئن هستم اگر کسان بخواهند دست و قاچاق بزنند، اگر از طرف نهادهای عدلی و از طرف نهادهای کشفی دستگیر شد، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن. گفتنی از در حال حاضر 25 کارخانه ذوب آهن در سراسر کشور فعالیت دارد که تنها 20 کارخانه آن در شهر کابل آهن تولید می کند. اما با آن هم بخش بسیاری از سیخ گل و دیگر مواد ساختمانی مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران و ازبکستان وارد می شود. و قرارداد خرید بیش از 20,000 متریک تن کود کیمیایی از کود و برق مزار شریف میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و زراعت معادن امضا شد. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدف از این کار را بیشتر شدن حاصلات فرآورده های داخلی و افزایش در درآمد حکومت دانسته و تاکید می‌ورزند که آنان این کود را با تخفیف 30% برای کشاورزان به فروش می رسانند. بر بنیاد قرارداد امضا شده میان وزارت‌های زراعت و معادن، قرار است پس از این کود مورد نیاز کشاورزان از کود برق مزار شریف تأمین شود. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری هدف از آغاز این روند را بیشتر شدن حاصلات فرآورده‌های کشاورزی، استفاده از منابع داخلی و نیز افزایش درآمد حکومت دانسته و تاکید می‌ورزند بر بنیاد قرارداد قرار است 50 کیلوگرم کود به ارزش 1000 افغانی خریداری شود و دوباره به بهای 600 افغانی برای کشاورزان به فروش برسد. 34.2% پول باقی مانده را من حیث کمک برای دهقین واگذار میکند تا ما بتانیم در این راستا دهقین و باغدارای مستحق کمک بکنیم و باعث سازی شود که کشت و کارشان بیشتر شود و تولیداتشان افزایش پیدا بکنه. از سوی هم مسئولان وزارت معادن پترولیم میگویند در حال حاضر ظرفیت تولید کود برق مزار شریف 40,000 متریک تن کود در سال میرسد، اما به دلیل واردات کود کیمیاوی از کشورهای همسایه این کود در بازارهای کشور چندان فروش ندارد. هدف اساسی ما این است که تولیدی و ظرفیت بالقوه‌ای که در کود برق سوزور در داخل استفاده بکنیم و زمینه همکاری ها را داشته باشیم تا بتانیم از کود برق که در کودی که در داخل کود برق تولید میشه او را فراهم بسازیم به وزارت محترم زراعت. با این همه مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می افزایند افزون بر توزیع کود کیمیاوی از منابع داخلی، قرار است بیش از 100,000 متریک تن تخم‌های اصلاح شده از سوی شرکت‌های خصوصی داخلی نیز برای کشاورزان توزیع شود. و حال هم توجه نمایید به نرخ اسعار در بازارهای کشور.
ادامه خبرها. حکومت ترکیه امروز 18,000 آموزگار، سرباز، افسر پلیس و کارمند بخش دولتی را برکنار کرده است. برمیده گزارش ها یک شبکه تلویزیونی و شماره از روزنامه های آن کشور نیز تعطیل شدند. این تازه‌ترین موج از تصفیه کارکنان بخش های گوناگون دولتی در پای کارتای نافرجام سال 2016 میلادی است. این در حالی است که قرار است رجب طیب اردوغان فردا به حیث رئیس جمهوری آن کشور بار دیگر سوگند وفاداری یاد کند. شماره جان باختگان ناشی از سرازیر شدن سیل و لغزش زمین در بخش‌های غربی ژاپن به 69 تن رسیده است. با گزارش خبرگزاری رویترز 130 تن دیگر نیز که در این رویداد طبیعی زخمی شدند و بیمارستان‌ها منتقل گردیدند. مقام‌ها در آن کشور می‌گویند که نزدیک به 2000 تن دیگر در شهر دوردست کراشوکی گیر ماندند و تلاش‌ها برای رساندن کمک به آنان ادامه دارد. و گروه نجات در تایلند عملیات نجات 12 نوجوان آن کشور را از اعماق یک غار آغاز کردند. برمیده گزارش ها این نوجوان که اعضای یک باشگاه فوتبال هستند دو هفته پیش به همراه مربی خود داخل این غار رفتند. بارش باران های شدید سبب شد تا راه خروج آنها بسته شود و از آن روز آنها در این غار بودند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.